شاهدی که با فاصله دو روز بعد از شایعه خودکشی جلال بهگر، خانه محقرش در جنوب شهر دچار آتش‌سوزی شد و همه زندگیش به همراه خود و همسرش که پا به ماه بود در آتش سوختند. حادثه‌ای که در آن سالها تحت نام شب ققنوس تیز اول روزنامه ها بود. تلاش برای نجات جان دربند و همسرش به جایی نرسید و تنها طفل درون رحم مادر زنده به دنیا آمد و مابرگ دربان تنها شاهد واقعی پرونده مفقود شده نیز از سر راه برداشته شد. مادر، کجای مادر؟ مادر، یونس، نفهمیدم که اومدی. چند بار صداتون کردم، انقدر غرق خوندن اینه که مثل که متوجه نشدین. اینا رو ببین، مدارک جدیدیه که یه ناشناس برای بار دوم انداخته تو حیات. همه مدارکی هستن که بعد از مرگ جلال مفقود شده بودن. نگاه کن زیر بعضی از نوشته‌های روزنامه‌ها رو خط کشیدن. عجیبه. یعنی کی اینا رو فرستاده؟ منظورش چیه؟ چرا زیر بعضی از جملات خط کشیده؟ همه اینا رو باید خوند. شاید کلید معمای مرگ پدر بین همین اوراق و مدارک باشه. از همه جالبتر تفسیری که ناشناس از مرگ جلال کرده و قصه زندگی زن و شوهری که در آتش سوختند. آخه پسر جان، مرد حسابی بلا نسبت،
مگه مرض داشتی ماشین 30 میلیونی قرض بگیری بری عروسکشون که حالا بی خودی تو هچل بیفتی و بدبخت بشی و ماتم بگیری اینجا؟ خب اگه کف دستم و بوکرش بودم چه میدونستم که اینجوری میشه؟ این هم یک قصه داره. البته قدیمی ها بیم گفتن پوز عالی جیب خالی. حکایت قصه توه. آقا بیکاره او وقت مره بری عروسکشونش ماشین 30 میلیونی از مردم قرض میگیره. ما خواستی قمپوز در کنی؟ نه ما خواستی مانور بدی تو؟ سلام آقا جان پیرشی. آمدین خوش آمدین برین دعا کنین، دعا کنین جناب سرهنگ شما دوتا رو نبینه. اگه ببینه پوستتان قلفتی میکنه. البته این هم یک قصه داره. یادم سال 70 یک برف افتاد، معاونم با ما چپ افتاد. جناب سرهنگ قصه اصلی برامون بگو. قضیه این سرقتا چیه؟ هیچی بابا. ای بلا نسبت داماد زن ندیده، ما خواسته خیر سرش زن بگیره. آخه زن گرفتن که دیگه گریه نداره. خب بگیره، گریه نکن، گریه نکن. اتفاقا داماد عاقلیه که داره گریه میکنه. نه بابا، قصه گریهش برای ایه که ماشین گلزده دامادیش دزدا بردن. ماشینش رو دزدیدن؟ اگر ماشین خودم بود که اینقدر زور نداشت. ماشین مردمه، 30 میلیون هم قیمتشه. خیلی خوب، خیلی خوب، حالا قصهشو نخور. آدم که روز عروسیش گریه نمیکنه بابا جون. درسته، بعدش 50 سال وقت داری بشین راحت واسه خود گریه کن. راستشو بخواین من از اولم راضی به این کار نبودم. از بس که این خانواده زنم اصرار کردن، هی میگفتن مگه میشه عروس با پلکان ببری خونه؟ مگه میشه عروسی تو تالار نگیری؟ مگه میشه تعداد دعوتی ها کم باشه؟ مگه میشه بویرای بد باشه؟ مگه میشه؟ بس دیگه، چقدر مگه میشه میگی؟ تو هم حتما وا دادی و همه چی رو قبول کردی. ها قصه داره. به هر حال طبق مقررات، طبق ضوابط، یک رسم رسومی داره دامادی که باید داماد اونا رو انجام بده. خب درسته، ولی از گرم بودن دامادم نباید سوء استفاده کرد. مگه مردم دختراشون از سر راه گیر آوردن که همینجوری بدن دست ایکی ایکی برداره ببره خانه‌شان؟ خدا وکیلی انصافم خوب چیزیه. مگه یه جوون بیچاره چقدر درآمد داره که این همه خرج کنه؟ همین که گفتم، طبق مقررات، طبق ضوابط. البته یک قصه هم داره که ما الان وقتش ندارم بگم. یعنی با این اوصاف مردا دیگه زن نگیرن؟ کی گفته نگیرن؟ بگیرن. البته یک نگاهی هم تو آینه به دک و پوز خودشان بندزن. بله. مگه چمه؟ خیلی هم دلشون بخواد. شغلت چیه؟ بیکار. البته بیکار بیکار نه، قراره که استخدام بشم. منتظر استخدام. حالا چقدری خرج عروسیت کردی؟ حدود 3 میلیون تومان. باریکلا باریکلا. به این میگن داماد درست حسابی. خب بگو بینم، همش مال خودته؟ 100 هزار تومنش مال خودمه، اما 2900ش قرضه. بخیره داماد چطری؟ آخه به توی هم میشه گفت داماد؟ آبروی هرچی دامادم بردی. یک رب دامادم نیستی تو. تو واقعا 2,900,000 تومن برای عروسیت قرض کردی؟ رسم و رسومات ما کجا داره میره؟ ببینم حرف مردم و حفظ ظاهر کردن جلوی اونا اینقدر اهمیت داشت؟ شروع نسیه زندگی. مگم حتمی به همین خاطره که این حبیب کردوی هم داماد نمیره و مقدر تو خانه به منه ترش بندازه. به قول جلوانی اینم یه قصه ای داره. جناب سرهنگ شما که خودتون از اینجور حرفا میزنین، حالا مثلا همین قلندری خودمون، این که دلش میخواد زن بگیره چرا نمیتونه بگیره؟ چون مادرش بددله، چون توقعاتشان زیاده، چون یک دفعه نشد اینا یک دسته گل و یک جعبه شیرینی بگیرن پا بذارن جلو دمخانه ما. خب شاید میترسه شما هم ازش توقعات آنچنانی داشته باشی. نه چه توقعی؟ ما فقط به این گفتیم هر وقت تو درجه گرفتی از ما بله رم میگیری. باید درجهش بگیره تا از ما دختر بگیره. تموم شد رفت. باید خودش نشون بده، ترفیع بگیره.
الکی که نیست. بابا حضرات پلیس جوان، منت گذاشتین، قدم رنجه فرمودین. آفتاب از کدوم طرف تر اومده؟ قربان بکر عزیز، کجا تکی برده بودین؟ مهابات شما حالتون چطوره؟ به مرحمت شما جام سرنگ. خیلی متشکرم جام سرنگ. والا حقیقتش درگیر پرونده اسفندیار بودیم. خدا بخواد همین روزا میگیریمش. باریکلا، با این حال روزی که دارید حتما میگیرینش. مطمئنا جناب سرهنگ، ما در طول تحقیقاتمون به یه شبکه بزرگ قاچاق اعضای بدن و آدم به کشورهای خارجی برخورد کردیم. خب خب دیگه؟ والا دیشب تا صبح مشغول نبش قبل بودیم قربان. اگر جواب پزشکانی مثبت باشه حتما اسفندیار میگیریم. چه خوب، پس با این حساب انتظار دارید که تشویقی هم بگیرید. بله قربان، البته ما توقعی نداریم، ولی خدا وکیلی زندگی آیندهمون بستگی به همین یه تشویقیه داره. ساکت! کور خوندین؟ هر سه نفرتون توبیخ میشین به جای تشویق. علی آبادی! بله قربان! افسران خاطی رو به دادگاه معرفی کن همین حالا. خیلی ببخشید جناب سرهنگ، دادگاه؟ ممکنه بپرسم برای چی؟ واسه این که شما سه نفر از نامنظم‌ترین متمردترین افسرانی هستی که در تمام طول خدمتم دیدم. واسه این که باید آدم بشید. علی آبادی، از این لحظه به بعد سرکار بهکر توی بایگانی، منشی دفتری، مهابات توی آشپزخونه مسئول تدارکات. خیلی ببخشید جناب سرهنگ، ولی بنده از انجام این مأموریت معذورم. بنده با آشپزخانه میانه ندارم جناب سرهنگ. چی؟ معذورید؟ بله معذوریم، برای که کار کردن تو بایگانی اون هدفی نیست که من روز اول به خاطرش این لباس رو تنم کردم جناب سرهنگ. با روحیه و احساسات من اصلا جور در نمیاد. روحیه، احساسات، اینا مثل سم برای پلیس کشنده است. تکروی و خارج از ضوابط عمل کردن شما آدم ها به این شک میندازه که نکنه رویای ترفیح و درجه و تشویقی در سر دارید. دست شما در نکنه با این نتیجه گیریتان جناب سرهنگ. پس چطور کسی که اختیارش دست دلشه میتونه حافظ امنیت مردم باشه؟ شور و شوق چیز خوبیه، اما به شرطی که این استعداد در چارچوب قانون باشه. این رفتار شما پیگرد قانونی داره. منم تحت فشارم، باید نظم پاسگاهمو حفظ کنم تا بتونم نظم ناحیه رو حفظ کنم. از شما چندین مورد شکایت شده که من اجازه ندادم پیگیری بشه، اما تا کی میتونم مانع بشم؟ ببینید جناب سرهنگ، من برای شما احترام زیادی قائلم، اما فکر میکنم بین دیدگاه من و شما، البته نه به عنوان موافق و مادون بلکه به عنوان یک همکار، تفاوت‌های عمده‌ای وجود داره. همون دیدگاهی که به شما اجازه میده که به افسری که گلوله خورده و تا پای مرگ رفته به چشم کسی نگاه کنید که انگار فقط برای گرفتن تشویقی و ترفیع این کارو کرده، هر چند اگر تشویقش هم بکنن به نظر من حقشه. تفسیر همه اینها به عهده قانونه. اگر هر کس بخواد از قانون تفسیر شخصی داشته باشه، اونم در سیستم پلیس که خودش حافظ منافع مردمه، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه بهتر. اتفاقا بدترین تفسیر اون تفسیری که ابتکار عمل، روانشناسی در لحظه و درک صحیح از موقعیت مشخص رو نادیده بگیره جناب سرهنگ. تو مأموری و معذور، تنها چیزی که مقررات از تو میخواد همینه. اتفاقا اینجا همون جاییه که راه من و شما از هم دیگه جدا میشه جناب سرهنگ، چون بنا به تصور شما پلیس مثل یه ماشین بی اختیاره که اراده ای از خودش نداره و هر کاری که بهش بگن انجام میده، در حالی که اینطور نیست. به عقیده من پلیس وجدان بیدار جامعه است، کسی که میتونه ببینه، بشنوه، بفهمه، تحلیل کنه، میتونه جهان اطرافش رو نقد کنه و به موقعش در مقابل هنجار شکنی عکس العمل نشون بده. صبر کن بهکر، تو فکر میکنی اینجا کجاست؟ اینجا همون جاییه که باید امنگاه مردم باشه، همون جاییه که باید مثل یه مسجد پاک و مطهر باشه، همون جاییه که باید زن و مرد، پیر و جوان، دختر و پسر، بزرگ و کوچیک، همه دوستش داشته باشن، همه بهش اعتماد کنن و اگر مشکلی براشون پیش میاد با فراغ بال بیان اینجا، همون جایی که باید احساس کنن خونه دومشونه. حتما تصدیق میفرمایید جناب سرهنگ که با این تفاوت دیدگاه گسترده‌ای که بین من و شما وجود داره،
من از ادامه همکاری با شما صرف نظر کنم. چی گفتی؟ ببینین جناب سرهنگ، من کار کردم برای نیروی پلیس نه به عنوان یه شغل، بلکه به خاطر یه انگیزه و به خاطر یه عشق انتخاب کردم. فقط به این امید که بتونم به مردمم خدمت کنم، فقط به این امید که بتونم محیط اطرافمو تغییر بدم، به این امید که مردم به لباسی که تنم میکنم با دید احترام و اعتماد نگاه کنن، نه اینکه تا از چند صد متری پلیس رو میبینن راهشون رو کج کنن و فرار کنن. با تمام احترامی که برای شما به عنوان یک افسر متخصص و با تجربه قائلم، اما ترجیح میدم به جای کار کردن تو بایگانی اینجا خونه نشین بشم. با اجازه. جناب سرم ببخشید، بهگر این روزا یه خورده حالش بده، اوضاعش به هم ریخته است، من میرم با شرف میزنم. ببخشید. سلامون. بهگر، بهگر، بالاخره کار خوشی کردیم. بهگر دیوونه شده. ببینم جوابش چی بود، چی گفت، آره یا نه؟ بهگر بابا جواب منو بده، چی گفت بالاخره؟ بابا تو هم وقت گیر آوردی. جواب چی بود، داستان چیه، بگو دیگه. دیدی چقدر زخم زخمون زد، تنه میزد، من طاقتشو دارم. بگو بهم، آره یا نه، چی گفت؟ توف به این صدا، دیش که صدای من نمیشنوه. بابا من میشنوم، بگو جوابش چی بود، آره یا نه؟ تو دیگه چی میگی؟ بابا علی آبادی رو میگم، آره یا نه؟ بردن جناب سرهنگ، ماشینمو بردن، جلو چشام ماشینمو بردن، چه خاکی تو سرم. باشه آروم باش، برو اون تو یه شکایت بنویس، مگه نمیدونم اختلاط چه میکنی؟ چه اختلاطی بابا، ماشینمو بردن. این سومین نفره که اومده. خب چی شد، بالاخره این دختر وسطی رو به من میده یا نه؟ ها به به، داماده مال باخته دقیقه به دقیقه زیادتر میشن. خب قصه شما چی آقا داماد؟ جناب سرهنگ نفهمیدم چی شد، ماشین جلو آرایشگاه پارک کرده بودن. آرایشگاه؟ خب هر روز نرین آرایشگاه، مثل ما سالی و یک دفعه برین آرایشگاه. چیکار میره؟ عروس خانم رو برده بودیم آرایشگاه. ها ببخشید، عروس خانم. خب بگو ببینم دزدر دیدیش یا نه؟ نه والا، عروس خانم جیغ زد و تا ما اومدیم ببین چشامو سیاهی رفته، اصلا نفهمیدیم چی شد. دلت برسه تو زندگی جسارت ها، من نمیدونم چرا وقتی آدم میخواد دوماد بشه چشاش سیاهی میره. خاطلوس نکن، این پرونده مربوط میشه به مهابات، پیگیریش مربوط بیه. اما یادت باشه جناب سرهنگ ره حرفش سبز نکنی ها، که باز بفرستد تو آشپزخونه بوی پیاز داغ بگیری. بس بهگر چی؟ بهگر ولش کن، ساکت بشین دارم حرف بزنم. بهگر ولش کن، مفهمی؟ بهگر به درد شعر و شاعری و همین مددکاری میخوره بابا، ولش کن اوره. نگاه کن تو چی کار کنی؟ ببین راجب اون قضیه بهش بگو، الان بهترین موقع است. خیلی خب بابا، گرد گرفته، برو تا نزدمه. جناب سرگرد علی آبادی، بله. معاونت کلانتری، من به قربان دارم ایشالا، خواهش میکنم. این بند خدا قلندری چی میشه، داره بال بال میزنه بند خدا. خدا شاهده حبیب جان، درم حرف بزنه بابا. خدا شاهده مدینی، برای قصه خوشبختی خودش من سخت میگیرم، مفهمی؟ اما خب ما هم یک چیزای بین خود ما خانوادگی درم دیگه، اهل کیکی نیستم که. بابا بند خدا بیقراره، یه فکر یه بلره بگو جان من، جان بچت مار تو روم اندازی. باشه به خاطر تو حبیب جان، بله. ای قربانه مقاملت برم الهی. اما شرط و شروط هم داره، ما او شرط ما رو گفتیم، ترفیع درجه یادش نره. بله البته متوجه هم، بله. ببخشید تیمسان، ملاقاتی دارید، بیرون منتظرتونن. من خودم تماس میگیرم، متشکرم. یونس تو اینجایی؟ سلام قربان، ببخشید. شما من از خانم مساعد خواستم بیاند تا یه همکاری مختصری با پلیس داشته باشن. گزارش شده تو ناحیه شما یه دیوونه به ماشین عروس دامادها حمله میکنه، اونا رو داغون میکنه، دستگیرش نکردین؟ از گزارش
پزشک قانونی خبری داری؟ داری تفره میری؟ با درخشان حرفت شده؟ نه نه جناب سرهنگ، درخشان ترجیح میدن کلانتری و به شیوه مدیریتی خودشون اداره کنن، به من ربطی نداره. با طرز تفکر سرهنگ درخشان مشکل پیدا کردی؟ پس بهتره بچگی نکنی، برگرد سر پستت. نه تیمسار، ببخشید ولی نمیتونم. من الان به فرصت احتیاج دارم. میخوام اون زورخونه قدیمی و متروک محله یه جورایی راه اندازیش کنم. اونجا حضورم فایدهش بیشتره. تو پاسگاه نه حق رأی دارم، نه حق قضاوت، نه حق نظریه، نه حق تحلیل، حق هیچی. چه فرقی میکنه من یا یکی دیگه؟ هر کی دیگه هم جای من باشه میتونه همین کارا رو بکنه. یه سری قانونه، یه سری آیین‌نامه است، یه سری مقررات، شب میخونه، صبح میاد اجراش میکنه. نمیخوام تو محیطی کار بکنم که طبق مقررات مجبور باشم بشینم آزاد گشتن یه عده‌ای رو ببینم که به گناهکار بودنشون ایمان دارم. ولی چی کار میتونم بکنم؟ هیچ مدرکی بر علیهشون نیست. به هر حال دیر یا زود من با یه همچین سیستمی به بن‌بست میرسیدم. به هر حال آدم لازمه هر چند وقت یه بار بیسته، به پشت سرش نگاهی بکنه، ببینه مسیر اومده رو چطوری طی کرده. اختلاف بین احساس و وظیفه چیزیه که پای هر پهلوانی رو میلرزونه. مکث بین راه خوبه، اما برای تازه کردن نفس، نه برای برگشتن به عقب یا کناره گیری کردن. تیمسار، من خیلی سعی کردم فضای کارمو، آدماشو، محیطی رو که دارم توش کار میکنم با اندیشه هام، با اون چیزی که فکر میکنم، با ایدئالام تطبیق بدم، اما نشد. اعتراف میکنم همه تلاشام تا حالا بیهوده و عبس بوده. گوش کن یونس، من این روحیه تو رو تحسین میکنم، اما به شرط اینکه به قاعده باشه. منم در شروع راه در محیطی قرار گرفتم که باهاش در تعارض بودم، اما نتیجه این تعارض پشت کردن به آرمانهایی که به خاطرشون لباس خدمت به مردم یعنی پلیس رو پوشیده بودم نبود. نظریه پزشکی قانونی اعلام شده. نتیجه؟ حدس تو درست بود. تمام اعضای قابل پیوند و سالم همه مسافرهای آژانس رو از تنشون بیرون آوردن و با اعلام یک بیماری مرموز و غیر قابل استناد به نام HIV خانواده ها رو مجبور کردن بدون سر و صدا اجساد رو دفن کنن. ایدز؟ یعنی ممکن؟ باورم نمیشه. چطور؟ تیم عملیاتی ما به کمک یگان ویژه سریعاً باید عملیات ضربتی رو شروع کنه و متاسفانه تو یک بار دیگه در مقابل آزمون سختی قرار گرفتی یونس. چه آزمونی؟ یکی از متهمین اصلی این پرونده کسی نیست به جز وسوق، و تو باید بین احساس و قانون یکی انتخاب کنی. وسوق، عموی من، بعد از مرگ نیلوفر هیچ عاملی باعث پیوند من و وسوق نمیشه. بنابراین حرف من حرف قانونه، نه احساس. اما شما دو نفر یه چیزی رو از من پنهان میکنید. راستش نمیدونم چطوری بگم. موضوع چیه تیمسار؟ شاید گفتنش قبل از مطمئن شدن ما صحیح نباشه. من تحمل شنیدنش رو دارم خانم مساعد. مدارکی به دست اومده که احتمال چی استاد؟ احتمال زنده بودن نیلوفر رو تقویت میکنه. کدوم مدارک؟ کجاست؟ یک هفته قبل دختری به یکی از سفارتخونه های ما در یکی از کشورهای همسایه مراجعه میکنه و ادعا میکنه که به وسیله باند
قاچاق آدم به اون کشور رفته و مورد اذیت و آزار واقع شده. اعضای مسئول سفارت هم ترتیب انتقالشو به کشور میدن. خب اون دختر کیه؟ اون دختر گویا سایه است، دوست صمیمی نیلوفر و یکی از سه مسافری که در میان کشته شدگان شناسایی نشده. حالا من فکر میکنم با تعقیب سایه شاید بتونیم از وضعیت نیلوفر هم آگاه بشیم. سلام مادام، من بهگر هستم، خاطرتون هست؟ اخیراً مدارکی پیدا شده که نشون میده ممکنه نیلوفر و دوست مشترکشون با نارینه خانم سایه هنوز زنده باشن. بیچاره نارینه من، متاسفم، ولی سایه زنده است، اون برگشته ایران، اما متاسفانه هنوز از نیلوفر خبری نیست. به هر حال من فکر کردم که اگر ما بتونیم سایه رو پیدا کنیم ممکنه بتونیم به چگونگی مهاجرتشون و دلایل مرگ همسفراشون پی ببریم. من چه کاری میتونم براتون بکنم؟ دارینه این بزنی زنده نمیشه. من دنبال آدرس محل زندگی سایه میگردم یا هر نشونی دیگه‌ای که بتونه منو بهش برسونه. شما میتونین به من کمک کنین مادام؟ زبانین فکر میکنم تو کاغذش باید شماره تلفنی یادداشتی باشه. بفرمایید، بفرمایید، تو خواهش میکنم بفرمایید. اسفندیار مغموم تو کجا میخوایی تنها بذاری بری وسوق؟ گفته بودم یه روز باید پوزه موشای فضول رو به خاک مالید، نگفته بودم؟ گفته بودم ما با هم شروع کردیم با هم تموم میکنیم، نگفته بودم؟ اما هیچ وقت نگفته بودی که نیلوفرم جز مسافرای بدون بازگشت اون تور لعنتیه، گفته بودی؟ اما ژینوس نامزد منم مسافر این سفر بود؟ نبود؟ آره بود، اما ژینوس زنده برگشت، زنده و سالم. اما نیلوفر من رفتن نیلوفر و مردنش به نفع هممون بود. ژینوس میگفت این اواخر اصلا نمیشه شناختش، اون از یک بیماری مرموزی رنج میبرد، ویروس HIV، همونم اونو فرارش داد. کسافت آشغال، اون از من فرار کرد؟ رنجی که می برد، رنجی که از من می برد باعث فرار اون شد با اون بیماری هولناکش. سایه نفرتی که از یونس بالای سرش پهن کرده بودم اینا رو باید به من می گفتی. گذشته ها رو بسپار به باد. پلیس همه سوراخ زنبورامو پیدا کرده، تو بد مخمسه افتادم، اونم توسط داماد تو.
اون میخواد انتقام تو رو از من بگیره. من دیگه هیچ کاری از دستم بر نمیاد برای تو. دادگاه بعدی تو دادگاه مرگ توه. من نمیخوام تاوان کسافت کاری های تو رو پس بدم. من برای همیشه اینجا رو ترک میکنم. گرداب نفرتی که ساختم خودم رو داره میکشه پایین. کجا میخوای منو تنها بذاری بری؟ اون وقت ممکنه هیچ وقت به پروازت نرسی. داری منو تهدید میکنی؟ نه، دارم نصیحتت میکنم. اگه بری فرودگاه اونجا چمدونات رو بگردن و اون مدارک رو پیدا کنن، اون وقت ممکنه به پروازت نرسی. تو داری منو از چی میترسونی؟ از مدارکی که نشون میده که یه نفر آشغالتر از من تو این دنیا پیدا بشه، تو هستی. تو آدم کشی جینوس، تو نیلوفر منو کشتی. واقعا متاسفم. نیلوفر قبل از سفرش مرده بود. با اون بیماریه متاسفم. برین از خونه من بیرون. از جون من چی میخوای؟ یونس را، داماد ماجراجویی که وقتی اسمشو میشنوم تنم کهیر میزنه. میکشونیش اینجا. میفهمی که به هر قیمتی که شده. چی تو سر تو میگذاره اسفندیار؟ هیچی. گفته بودم اگه یه روزی کفشام گرد خاکی بشه همه دنیا رو گرد خاک میکنم. بالاخره باید یه کمی از این گرد خاک تو چشم داماد تو هم بره. اون نباید غبار خفته رو آشفته میکرد.